به نام خدا سلام عرض ادب و احترام چند تا خبر خیلی خوب اومده اولیش امضای پروتکل پروژه کرم یک راه از مسیر ایران بین چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه اروپا این از پروژه چین که خیلی از این آقایون تویت زن، استوری زن تو این دو ساله حسابی تاختن که ایران دور زده شد اما قبل اینکه وارد تحلیل بشم یه موضوع رو اشاره کنم یکی از این اساتید دانشگاه تهران که تعلیقم شده البته متاسفانه باز یه تویت زده بود که به دو کشور عربستان روسیه اشاره کرده بود اشاره کرده بود اولی از حجمه یه حمله به اوکراین نجات پیدا کرد با در واقع درگیری محور مقاومت با اسرائیل و دومی از عربستان داشت اشاره میکرد از حملات و در واقع اشارش به اون توانمندی انسالله بود برای زدن عربستان و اشاره میکرد از اینکه ایران و عربستان عادی سازی کردن سر ایران کلاه رفته و عربستان الان امنیتش تزمینه هم میتونه بازیشو بکنه من این از این تویت ها خیلی پاسخ دادم بذار یکی من قبل اینکه باید تحلیل خودم بشم یه پاسخی به این بدم ایران با عربستان عادی سازی روابط کرد برای این عادی سازی روابط اومدن قبلش بین انصالله یمن و عربستان یه آتش یه آتش موقت امضا کردن این آتش بس موقت باعث می شد که انصالله یمن نزنه تو سر آرامکو و اونها بتونن در مواد غذایی اینها بگیرن خوانسال های یمن یه یه سال و نفس کشی تسلیح الان آماده است برای شما تو محور مقاومت داره بازیگری میکنه از طرفی عربستان برای اینکه تو سرش نزنن پذیرفت بیاد تو توافق اوپک پلاس نفت رو کاهش بده هم قیمت نفت شه هم نفت شما بیاد تو بازار فروخته بشه حالا پول نفتت اومده شرایطت مطلوب شده اومدی داری آمریکا رو منطقه بیرون میکنی این بازی اشتباه بوده ابزار عربستان چیه نفت افزایش بده یا کاهش بده ارزش رو ارزون کنه یا گرون کنه عربستان که ابزار جنگی در مقابل شما نیست که اصلا عددی نیست از این تویتا نزنید خیلی ساده از پاسخش سطح خودتون رو پایین نیارید خیر سرتون استاد دانشگاه بودید زشته من بخوام بیام خیلی ساده تو سی ثانیه جواب بدم بازی فنی ایران بود و کشور عربی تو این زمینه بازیگر نیستن نزارگر هستن و کسی که من شکل و نظم منطقه رو به دست بیاره اونها مجبور هستن تو نظم بازی کنن تمایل دارن اونوری باشن ولی در اختیار اونها نیست در اختیار ایران و آمریکاست تو این منطقه چه, تا... چه, شکلی قرار بگیره و این رقابت وجود داره اما بریم سراغ سازمان ملل امروز سازمان ملل یک نهاد کاملا بی آقای لاوروف اشاره کرد که سازمان ملل جایگزینی نره حتما درسته ببینید شاید خیلی ها بگید شورا امنیت کش که قطنامه ها کش که این طور نیست در زمانی که دنیا آرام هست و هجمون ها درگیر نیستن قطع هر قطنامه ای که تصویب بشه به شدت خطرناکه چون تصویب هر قطنامه ای در شورای امنیت یعنی توافق هجمون ها و حالا تصویب اون قطنامه یعنی عدم به مثلا سال 89 که ما قطنامه بر علیه اون تصویب شد رفتیم تو فصل هفتم زیل ماده 42 تحریم های گسترده اقتصادی خیلی هم خطرناک بود خیلی هم موثر بود زمانی که هجمونها ها درگیر نیستن سازمان ملل یک نهاده که میتونه خیلی موثر باشه برای نظم دهی و کنترل پیرامونی در دنیا زمانی که هجمون ها تنشمند هستند سازمان ملل عملا به یک ارگان بی اختیار و عدم توانایی برای کنترل اتفاقات تبدیل میشه وقتی سازمان ملل به نقطه ای تبدیل میشه که در یک چنین حادثه به این بزرگی مثل قتل عام مردم فلسطین در غزه نمیتونه هیچ ابزاریش کمیساری های حقوق عالی بشر شروع امنیتش خب مجمع عمومی که غیر الزام آوره هیچ کدوم اینها نمیتونه بازدارندگی ایجاد کنه برای فلسطینی ها در مقابل اسرائیل چون آمریکا پشتشه این سمت هم چین روسیه در مقابل آمریکا تعریف میشن پس سازان ملل جایگاه از دست میده تو چنین موضوعی تو چنین فرایندی وقتی که سازمان ملل جایگاهش رو از دست میده نشون دهنده این هستش که دنیا وارد بی‌نظمی شده و جز بر میدان اون نظم مشخص نمیشه دیپلماسی فدای میدان شد آقای ظریف دیپلماسی مگه تو با دیپلماسی وقتی هجمان نیستی ابزار قدرت نری میتونی بری کار انجام بدی میدانه که تعیین میکنه تو این مقطع. خب الان سازمان ملل رو بذاریم کنار بحث حقوق رو بذاریم کنار هر بازی حقوقی خواهند کرد خواهند کرد باید بذارید کنار بی اعتبار میدان تعیین کننده هست مسئله دوم آقای پوتین از پیمان عدم آزمایش اتمی با آمریکا خارج شد گفت این پیمان به نفع آمریکاست. است توی تعبیر شد که به نفع آمریکا باشه حالا ما آزمایش هم خواهیم کرد وقتی شما از پیمان هایی در این سطح خارج میشید پیمان آسمان باز 24 کشور با هم توافق کرده بودن 72 ساعت قبلش به هم اطلاع میدادن مثلا روسیه اطلاع میداد هواپیماش بلند میشد آواکسش میرفت مثلا توی دور تا دور اروپا میچرخید ارزیابی میکرد که آیا آی اینها پیشروی کردن پایگاه های خطرناکی که امنیت من رو به هم بزنه ایجاد شده یا نه برای ایجاد افزایش اعتماد بود اروپایی هفت دو ساعت قبلش اطلاع میدادن با امریکا می میبرن تو آسمان شوروی روسیه میچرخیدن و میرفتن ازش خارج شدن خیلی از این پیمان ها که نشانه اعتماد سازی هست کاملا کنار رفته حالا دیگه منتظر یک موضوع باشید پیمان منع گسترش سلاحای اتمی یعنی ما اینجا به دو تا فرایند تقسیم میکنیم کشورهای دارای بمب اتم کشورهایی که ندارن و کشورهایی که بمب اتم دارن نباید این این توانمند رو به کشورهایی که ندارن گسترش بدن آخ 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 چقدر داره قشنگ میشه این بازی حالا حالا حالا, حالا که سازمان ملل بذارید کنار پیمان ها رو بذارید کنار بی اعتباری نهادهای های شور امنیت باز یه رو میکنن ولی به اعتبارش رو بذارید کنار دنیا رو در یک می ترسیم کنید هجمون ها رو در نظر بگیرید این بازی در گوشه گوشه دنیا وجود داره و یک نقاطی غرب داره میبازه و توانمندیش فقط میره تو بحث اتمی و حالا هجمون های اینوری که اتم دارن باید جلوی باختی که تبدیل به برد بشه رو بگیرن و ممکنه توانمند کنن لحاظ اتمی تا هاشون رو مثل بلاروس که با در واقع تسلیح اتمی از طرف روسا رو برو بود خدا رو چه دیدید این وضعیت رو در نظر داشته باشید بریم حالا تو بحث میدان ببینیم چه اتفاقاتی افتاده یه موضوعی که جلب نظر میکنه این هستش که داریم به روز جمعه نزدیک میشیم موضوع دومی که جلب نظر میکنه این هستش که اسرائیل داره وارد غزه میشه اومده غزه شمالی جنوبی یه خط اتوبانی رو مستقیم رفته وارد غزه نشده تو عمق غزه نرفته چون تلفاتش هم سنگینه دیگه به اصطلاح غزه شمالی و جنوبی تعریف کرده هیچ اتفاقی نیفتاده برای همین مسیر هم کلی تلفات داده این اصلا اهمیتی نداره میخواد وارد غزه بشه پس سیاست ورود به غزه رو دا دنبال میکنه محور مقاومت هشدار داده تا جمعه با عبدالباری اطفان هم اشاره کرد دیگه مدعی بود که ایران و حزب الله لبنان پیغام فرستادن اگر اسرائیل تا جمعه از قصد خارج نشه و این کشتار رو قطع نکنه وارد جنگ خواهیم شد اگر وارد درگیری بشیم و آمریکایی ها باید تصمیم بگیرن وارد درگیری بشن همزمان یه اتفاقی هم رخ داده در روسیه که یک میلیون گلوله توپ 155 میلیمتری از کره شمالی گرفته یعنی یک توپخانه آتش توپخانه بسیار سنگین روسا از روز دوم قائله حماس و اسرائیل فلسطین و اسرائیل رفتن به سمت محور کاخوفکا جایی که 18 ماه مقاومت کرده و نقطه بسیار استراتژیکیه البته کمی تلفات دادن برای اولین بار تونستن بلندی های مشرف کاخوفکا رو بگیرن معناش اینه که کاخوفکا به زودی سقوط خواهد کرد با سقوط کاخوفکا امکان ضد حمله روسیه مهیا میشه اگر دقت کنید یه بحث فنی کوچیک هم وجود داره شویگو تو گزارش که تو چین داشت میداد اشاره کرد که 24 فروند جنگنده سخه اوکیانی ها رو زدن او ها معمولا سخاشون بلند نمیکنن بیارن تو خط نبرده آتش تو, تو،, یک حالتی میارن من بهتون میگم اینکه چطور زدن چند تا پیش داره میشه من, من مطرح کردم تو اونجا که بعضیا میگن پهپاد کرار بوده که تا 40000 پا توانایی ارتفاع داره و میتونه تیر موشک شلیک کنه و هدف هوایی رو بزنه بعضی ها میگن موشک توسعه یافته جدید روز هاست بعضی میگن که وسط پنهانی تونستن از 400 رو وارد اون نقطه کنن و هدف قرار بدن و برگردن ولی چیزی که خیلی نمیگن و از همه مهمتره این هستش که اوکرانی ها باید چی باید 24 تا سخور رو بردارن بیارن تو پنج روز تو محوری که شکار شه آها اهمیت اون نقطه استراتژی که مسئله اینجاست که اوکراین هر آنچه که داره داشته میآورده به صورت انتحاری نظر اینا اون نقطه رو بگیرن و اینا دارن پیش شوی و حتی 24 فروند سخوشون شکار شده تا حاضر بودن شکار بشه ولی جلوی اون محور رو بگیرن پس اون نقاطی که داره از طرف روسیه تثبیت میشه تسلط اوکراین برای جلوگیری از ضد حمله روس ها رو داره از دست میگیره و روسا دارن میرن به نقاط استراتژیک میرسن و آماده میشن برای پیش آتش تو خانه هم گسترده است عملا حفظ اون نقاط برای اوکراینی که تو وضعیت جدیدی قرار گرفته غیر ممکنه یعنی حالا یا باید تسلیح بشه مهمات بیاد نیرو بیاد یا باید بیا سمت ما ایجان. یعنی شما حالا باید تو یک وضعیت قرار میگیرید که آمریکایی ها باید انتخاب کنن کل تسلیحاتو بیارن این سمت نیرو بیارن با چی میخوان بجنگن جنگنده که نمیتونه توی چین جغرافیای به این گستردگی و عظیم کار کنه شما نیروی نظامی میخواید بله آسمان در اختیار روسی از زده ولی بله نیروی نظامی اومده اون 20 درصد گرفته تا صبح تا ابد و هم اسرائیل غزه رو از آسمان بزنه بعد بله در نهایت نیروی رزمش بیاد داخل غزه تا دا حماس بتونه از بین ببره زیساخ میزنه ولی بله بتونه بیاد ورود کنه الان آمریکایی ها تو یک وضعیت دو محورن پیشروی و ضد دمله بزرگ روسیه که میتونه 20 تا 30 درصد خاک اوکراین رو دوباره بگیره و حالا چطور میخوان یک پاشه نگردن اروپا رو چون اروپا با واقعیاتی دار روبرو میشه مسئله دوم حضور محور مقاومت برای درگیری با اسرائیل مسئله سوم حالا شما ناو می به خیلی خیلی مسائل تغییر کرده تو بود نظامی دوستان روسا ناوش نو بودن دریای سیاه دو تا اوکراینی با یک پرتابگر دستی با یک موشک ضد کشتی ناو روسیه رو غرق کردن الان تانک خودش شکاره الان جنگنده پهباد آتش توپخانه توانایی تولید قطعات توبخانه ای تیر توبخانه ای اینا و نیروی رزم در پیش روی اینا کلیدیه با دو تا نافاشتی اومدی خب چل تا پنجاه تا شست تا موشک هم زمان شلیک مورن با پهپاد غرقش میکنن چیزی نیستش که جنگنده ها بلند میشن شلیک میکنن زیر ساخت میزنن بعدش میشینن دیگه جای نشستن ندارن که تو در داره بیاری 60 درصد هوا برد تو یه میلیون نیرو رز بیاری بیاری یک درگیر فرسایشی بشی اما یه موضوع دیگه هم عوض شد خب با این وضعیت که آمریکا نمیتونه اتم ای چرا پس روسیه همون روز سوم چهارم جنگ با فلسطین و اسرائیل اومد تست اتم میکرد 18 ماه بود نمیکرد معنا داشت نری سمتش که میرم سمتش و حالا داره از پیمان منع آزمایش اتمی خارج میشه و, و یهو دیدید ایداد بیداد ایران اتمیه همین سادگی بازی همین شکلیه و هنوز وارد چین نشدم هنوز بحثو تو چین نیوردم وقتی که سازمان ملل توانمندی شاید دست میده در یک ظرف بزرگتر معنای این هستش که نظم جهانی به هم خورده وقتی نظم جهانی به هم خورده در یک پلن بزرگتر معناش این هستش که هجمون ها درگیر شدن وقتی هجمون ها درگیر شدن تو یک پلن کوچکتر معناش این هستش که همه دنیا درگیر میشن وقتی همه جای دنیا درگیر بشن معناش این هستش طرفی برنده هستش که بتونه توانمندی خودش در حفظ و موقعیت و جایگاهی که منافع امنیت ملیش رو تعمین میکنه قرار بگیره آن چیزی که داره اتفاق میفته این هستش که آمریکا زمانی تونستن اروپا رو متحد نگردن که این جنگ رو در داخل اوکراین انجام دادن اگر از داخل اوکراین خارج بشه حالا اروپا باید بیاد یا با روسیه توافق کنه گاز ارزان بگیره یا باید با روسیه جنگ کنه به نظر اون موقع میتونن اروپا رو یک پارچه نگه دارن من به شما میگم نه مسئله بعدی زمانی دنیا دنیای قبل هست که آمریکا مسلط باشه بر انرژی بر گذرگاه ها بر آبراه ها بر اقتصاد بر دلار بر سویفت الان آمریکا این توانمندی رو از دست داده دو... کشور عربی حتما دوست دارن با آمریکا باشن اما امنیتشون نمیتونن تامین کنن و آمریکایی که تو سه محور باید درگیر باشه نمیتونه امنیتی اینا تامین کنه اینها دوست دارن با آمریکا باشن ولی سیبلن و نمیتونن مسئله ای که میخواستم اشاره کنم از عدم توانایی آمریکا برای حفظ امنیت این هاست چون توی یک تیف جغرافی گسترده درگیره آره آره و اونایی که میگید اسرائیل زد کش اینا هیچ غلطی نکردن باید بهتون اشاره کنم که اتفاقا اتفاقا در کلان سیاست ها حتما عادی سازی روابط غیر ممکنه چون امنیت این کشور در کنترلشون نیست حتما پروژه کریدوری هندی، اماراتی، عربستانی، سایلی، اردنی و رفته رو هوا چون امنیتش در اختیار اونها نیست یک کریدور سیاسی امنیتی بود برای ایجاد یک شکلی از اعتلاف 13-14 کشوره برای مهار ایران و حالا امکان تمرکز آمریکا روی چین وقتی که آمریکا مجبور هست نیرو بیاره اینجا تسلیحات بیاره یعنی نتونسته اون 13 14 کشور رو به عنوان یک شبکه مهار ایران ایجاد کنه تا بره سراغ چین یعنی اینکه محور چین محور ایران تا آفریقا محور روسیه تا اروپا همزمان فعال میتونه بشه پدرتون رو در میاریم الان بازی اینجوریه اسرائیل میاد از غزه بیرون یا نه اگه بیاد بیرون نتانیاهو باخته کشور فلسطین باید تنگ تکلیف شه و جامعه جهانی در مقابل اسرائیل و باید خیلی از مسائل بپذیره تحمیل میشه بهشت و بازی اعتلاف و دو ستونه و کوریدور و این جغرافی اسرائیل رو حتی چنان در بلوک شرق با یک شکل غربی حفظ کردن همه می رو هوا پس باید بمونه اگه بمونه سیبله اگه سیبل بشه آمریکا باید تصمیم بگیره که نیرو بیاره یا نه آمریکا اگه تصمیم بگیره که نیرو بیاره روسیه اوکراین رو و اروپا باید تسلیم بشه و وارد یک نظم جدید بشه و وارد جنگی با روسیه بشه که توانمندی روسیه رو نداره و شرق آسیا هم همه چی دست میره الان وضعیت اینه آمریکایی ها 24 ساعت وقت دارن تا استرالیا قضه بکشن بیرون اه آقای بایدن یهو گفت به نظر میرسه که اسرائیل بالا غزه بیاد بیرون اونجا یه مقدار شرایط خیلی یه غیر انسانیه و من مسلمان‌ها درک میکنم شما درک نمی‌کنید مسلمان‌ها رو شما اصلا مسلمان‌ها رو آدم هم حساب نمیکنی جزء دسته حیوانات در نظر میگیری شما تو موزه ضعف هستید موضع ضعف منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته فردا روزی که باید بیاد بیرون اگه نیاد سطح درگیری بالا میمونه ولی یه چیز دیگه بیا یه نکته هم لحاظ کنیم خب خب بعدش بعدش نه که آمریکا باید با ما درگیر شه یا باید با ما وارد توافق بشه اگه وارد توافق بشه چیزی که ما می‌خوایم نظرا و سوریه برو بیرون اگه از عراق سوریه برو بیرون نظم ما شکل میگیره و کشور عربی مجبورند با نظم ما بازی کنن اینجا رو دست میده اگه اینجا از دست بده یک سوم نه بیشتر از چهار چهل تا اکثر مندی دست میده توی اروپا هم که یک متر در توسعه پیشروی کنه تازه در موضع ضعف در مقابل ضد روسیه هم قرار گرفته که شرایط عجیب غریبیه به همین میگن نظم نوین جهانی به همین وضعیت میگن پیشا نظم نوین جهانی به همین وضعیت میگن آستانه انفجار یعنی جنگ جهانی به این وضعیت میگن هیچ معلوم نیست دیشب همروستایی های من هارهای تنم من رو دعوت کردن به گروه خود همروستایی همون که گروه زده بودن با هم صحبت میکردیم من این افتخار داشتم براشون تحلیل انجام میدادم خیلی علاقه داشتم به دلار و طلا و اینجور چیزا هرچی من راجب روسیه و اینا صحبت می کردم، سوالا راجع طلا دلار بود یکی از عزیزان من پاراکن من پرسید آقای ندیمی دلار بالا میره یا پایین بذار پیچیدگی رو بیا تو بحث دلار وضعیت پیچیده تو دلار بگیم ببین اگه اگه عربستان نفت و ارز کنه بیرون نفت ارزون میشه آمریکا باید سیاست های پولیش رو انبساطی کنه قیمت دلار میاد پایین خب تو ایران هم بیاد پایین دیگه اما چون قیمت نفت کاهش پیدا میکنه توانایی ما برای تأمین دلار بازار کاهش پیدا میکنه دلار میره بالا وقتی که سیاست های پولی انقباضی آمریکا اعمال میکنه دلار میبره بالا بعد دلار بره بالا معناش این است که نفت گرون شده وقتی ما نفت رو میفروشیم و عربستان مجبوره چون پت که ما بالا سرشه نفت و کاهش عرضه بده با اینکه دلار باید بره بالا چون ما نفت زیاری میفروشیم دلار میگیریم میتونیم رو کنترل کنیم حالا شما تصور کنیم منطق ما درگیری بشه حتی تو خاک ایران نه چون احتمال و در واقع امنیت منطقه خیلی تنشمنده خیلی تلاش میکنن سرمایه‌شون رو خارج کنن نیاز به دلار تو بازار ایران افزایش پیدا میکنه پس دلار میره بالا اگه یک توافقی بشه و این توافق بین ایران و آمریکا بحث غزه و فلسطین و استرالیا رو کنترل کنه دلار میاد پایین هیچ معلوم نیست به همین وضعیت میگن وضعیت پیشا جنگ جهانی از نظم نوین تو همه چی همینه بریم تو بحث کاغو بریم تو سیب زمینی بریم تو گندم بریم توی خودرو بریم توی دلار بریم توی طلا بریم توی جنگ همه چیز در وضعیت بی‌نظمیه تو این وضعیت چیکار میکنن؟ کشورها از سرمایه گذاری بیرونی خارج میشن در داخل سعی میکنن تولید گندم افزایش بدن تولید برنج افزایش بدن سیلوهاشون افزایش بدن ذخیره نگهداری اینها رو افزایش بدن ما تو چه این وضعیتی هستیم و هیچ کس از فردای خودش خبر نداره تو چه شکلی هستیم پس عاقلانه ترین تصمیم در چنین این فضایی برای زندگیتون این هستش که ریسک نکنید کالاهای شغلتون رو برای فروش ارزان ترین نوع کالا انتخاب کنید چون قدرت خریدش هست مثلا سانتافه نفروشید ده تا پراید بخرید بفروشید به طور مثال میگم کی پولشو داره ولی عدم ریسک پول دستیب ندید چون نقدی نگیست نمیتونید پس بگیرید این, این ها نگاه های اقتصادی میخوام ب... چرا اومدم تو این فضا میخوام بگم که شما از کوچکترین مسائل زندگیتون تا کلانترین مسائل پیچیده در دنیا در شرایط بینظمی قرار دارید حالا برید ما این نظم می رو میسازیم حقمون رو میگیریم منطقه رو هم با ایجاد منافع خودمون وارد منافع گسترده میکنیم و بالاخره از این شکل خارج میشیم اینو من بهتون قول میدم تا پای جان این اتفاق باید بیفته ما هیچ راهی نداریم تا از این تله 300 سال خارج شیم این آخرین فرصت ماست چون اگر موفق نشیم دیگه تو حالت تحریمی هم نمیتونیم ادامه بدیم میتونیم از داخل دچار فورپاشی بشیم مرسی همراه بودید ممنون دارم رصد میکنم اتفاقات رو و دعا کنید که کشور من، ایران و کشور شما ایران بتونه به یک جایگاه بسیار مطلوب برسه. پاینده ایران، همیشه ایران برایی